درود به ایده نما خوش آمدید. شهره مجمع هستم، میزبان مجموعه برنامه ایده نما از گروه گردشگری پرسای شهری. این پنجمین برنامه هستش که ما در خدمت شما هستیم با عنوان کاخ سلطنت آباد و رویدادهاش. عذرخواهی میکنم از مخاطبامون به خاطر اینکه توی لایو اینکه خانم بایرامزاده بتونیم مهمان برنامه‌مون رو به جمع خودمون تو جمع خودمون داشته باشیم، یه مشکلی تو دو تا لایو قبلی به وجود اومد و الان فکر میکنم که ایشون الان میتونن وارد لایو ما باشن. امیدوارم که اکسپت کرده باشن فقط ما رو. خانم بایرامزاده اگه امکان داره اکسپت بکنید، من برای شما یه من خانم بایرامزاده خانم بایرامزاده اگه امکان داره اکسپت بکنید. انگار خانم بایرامزاده باز نتونستن به جمع ما اضافه بشن، نمیدونم مشکل چیه. حالا برنامه ما امروز این هفته خانم بایرامزاده من برای شما دعوت میفرستم. خانم بایرامزاده دعوت دوتایی اگه میشه اکسپت کنید. یک دعوت الان بعد برای شما اومده باشه ولی برای شما میگه که isn't available to join. نمیدونم شما فکر کنم اضافه شدید. کاخ سلطنت آباد هستش و خانم بایرامزاده اگر الان باز دوباره isn't available میاد، نمیدونم مشکل چیه. حالا شما برای من یه ریکوست فرستادی، خب امیدوارم که الان دیگه این مشکل برطرف شده باشه. خانم بایرامزاده منو اد بکنید، ممنون میشم. خانم بایرامزاده نمیدونم مشکل چیه. اگر این من یه توضیح میدم تا خانم بایرامزاده بتونن به ما اضافه بشن. درود، خیلی خوشم. بالاخره بس شدم. بالاخره بس. ممنونم، متشکرم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یه وقفه کوتاهی شدش، من از مخاطبمون عذرخواهی میکنم. من سریع توضیح میدم چون تو لایو اول داشتم توضیح میدادم که شما رو نتونستیم ببینیم. من راجع به کتاب روزنامه آب و هوا توضیح بدم و اینکه چرا اسمی که برنامه ما شد سلطنت آباد. کتاب روزنامه آب و هوا خاطره نگاری ناصرالدین شاه هستش از فروردین 1261 تا فروردین 1262. در این کتاب ناصرالدین شاه علاوه بر آب و هوا و به گل‌هایی که در هر فصل، هر ماه، هر روزی که حالا می‌بینه اشاره می‌کنه، به اتفاقایی که می‌افته، رفت و آمدایی که داره، به خصوص در سه کاخ سلطنت آباد، عشرت آباد، صاحب قرانیه. حتی تو این رویدادهاش به مهمونی که میره، اگر همسری به صیغه عقدش در میاد به اون اشاره میکنه، اگر یکی از همسرانش زایمان میکنه به اون اشاره میکنه و در نهایت به نظر من یکی از ویژگی های این کتاب این هستش که پانوشت های بسیار قوی داره. یعنی ما تو این کتاب به اسامی، مکان ها و روی آدم هایی برخورد میکنیم که شاید اسمشون برای ما ناآشناست، ولی توی این کتاب، مصحح کتاب، به نحو بسیار حالا به نظر من جذابی روش به مکانهای مختلف از عشرت آباد گرفته تا حالا مکانهایی که من خودم خیلی هاشو نمیدونستم و نمیشناختم اشاره میکنه و حتی اسامی که شاید اسمشون واقعا وقتی که آدم این خاطراتو میخونه برایدام عجیبه، ولی خب مثلا راجب زبیده خانم امین عباس
توی این کتاب پانوشتش یه توضیح بسیار حالا جذابی وجود داره. توی مقدمه کتاب مصاحبش به این نکته اشاره میکنه که ناصرالدین شاه در دوران 50 ساله‌ای که سلطنتش بوده بسیار حرکات رو به جلوی توی کشور انجام داده و او پادشاه خاطره نویس، نقاش، خطاط، عکاس و شکارچی بوده و علاقه به خاطره نویسی داشته. کتاب روزنامه آب و هوا 160 صفحه هستش که توسط خانم بایرامزاده ویرایش شده و به نظر من کتاب بسیار جذابی بود برای اینکه آدم بخواد اون رو انتخاب بکنه. اما ما چرا این کتاب رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه این کتاب یه جورایی به سلطنت آباد مرتبط میشه، رفت آمده شاه بیشتر تو این کاخ هستش و یه اتفاق هم که اخیرا افتاده این هستش که شورای شهر تهران اخیرا با پادگان 06 یک همکاری دارن انجام میدن. پادگان 06 در منطقه پاسداران یا سلطنت آباد قبلی قرار داره که الان یه پادگان نظامیه و کاخ هم در این پادگان هستش و قراره که پادگان 06 تبدیل به یک بوستان بشه، البته منهای کاخ سلطنت آباد چون این الان کاربری نظامی داره. توی این لایو حالا ما اولین سوالمون رو با خانم بایرامزاده شروع میکنیم. خانم بایرامزاده، چطور شد که شما این کتاب رو به دست گرفتین تا بعد برسیم به سلطنت؟ ممنون میشم راجع به یه توضیح کوتاهی راجع به این قضیه بدیم. خب اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزی که با ما همراه هستن. در رابطه با این کتاب میخوام صحبت کنیم. روزنامه آب و هوا، آب و هوا نگاری به روایت ناصرالدین شاه. چه شد که من این کتاب رو در دست گرفتم؟ من حدود 15 سال از زنان ناصرالدین شاه در حال تحقیق و نگارش هستم، همچنین از زن ابنیه که مثلا کاخها، عمارتهای قاجاری تو تهران که جوری بوده و چه زمانی ساخته شده و مهمتر از همه اتفاقهایی که داخل اون ابنیه افتاده. بنابراین در مراجعاتی که به سازمان اسناد داشتم در رابطه با ناصرالدین شاه قاجار به این روزنامه برمیخورم. این روزنامه تنها روزنامه آب و هوای یک پادشاه ایران است. خب و ناصرالدین شاه به عنوان اولین پادشاه آب و هواشناس تهران اسمش رو ثبت کرده. خب این ناصرالدین شاه کتاب داره، کتاب دوست بود، یعنی علاقه خیلی شدیدی به کتاب داشته. ایشون مجموعه عظیمی از کتاب ها شامل کتاب هنر، نقاشی، جغرافی، تاریخ، کتاب ملل، کتاب نظامی، کتاب قانون، کتاب قشون، کتاب نظم افواج، کتاب شناسایی راه های سخت و کوهستانی، کتاب شناسایی بنادر و دریاهای ایران و سرشماری از دهات ایران، شهرهای ایران، کتاب نفوس، کتاب وبا، چندی نوع کتاب به دستور ناصرالدین شاه و بعدم توسط خود ناصرالدین شاه کتابت و تحریف شده که بخش بسیاری از این کتاب ها خوشبختانه در کاخ قدستان و سازمان اسناد و مجموعه های خصوصی محفوظ میماند. این کتاب هم یکی از کتاب های هواشناسی بوده. ناصرالدین شاه شکاکی ماهری بوده. خب و راه شناس و جاده شناس ماهری بوده و بر اساس این علم و فنونی که داشته هواشناس زبدایی هم بوده. یعنی چی؟ یعنی ایشون بر اساس حرکت ابرها و حرکت جهش بادها پیش بینی میکرده که امروز بارون میاد، امروز برف میاد، امروز هوا بر هم میخوره یا نه. تسلط خیلی زیادی تو هواشناسی داشته. در کتاب های مختلفی که ناصرالدین شاه نگارش کرده از آب و هوا هم هست، یعنی فقط اینجا نیست، چندین جلد از ناصرالدین شاه کتاب خاطرات به یادگار مونده و خوشبختانه تصحیح شده. در تمام این کتاب ها ناصرالدین شاه به آب و هوا اشاره کرده، اما این کتاب
تنها اسمشه، خودش اسمشو میذاره روزنامه آب و هوا که در طول یک سال روایت میکنه. اما فقط آب و هوا نیست، مردم، اشخاص و ابنی هم هست. خب ناشنالیست های هنر خیلی بزرگی داشته، ایشون بسیار دقیق بودن و به جزئیات بسیار توجه میکردن. جزئیات مثل چی؟ مثل این ممنون که مثلا امروز این گل در اومده، این میوه در اومده، توجه به میوه ها داشته، توجه به گل ها داشته. در اون زمان که کتاب درست درمون نبود، اینترنت نبود، ایشون تسلط زیادی در شناخت انواع گل ها و گیاهان داشتن. خب یعنی متوجه می شده این چه قولیه و ایشون تلاش زیادی کردن که کاخ گلستان به انواع گلها و انواع ریاحین آراسته بشه. و مهمتر از همه حیوانات رو خیلی خوب می‌شناختن، با شنیدن صوت پرنده میتونه تشخیص بده که این پرنده چه نوع پرنده‌ایه. فقط تنها با شنیدن صدا متوجه می‌شده. و مثلا وقتی می‌خواست شکار کنه یه حیوانو که نگاه می‌کرد، مثلا گوش می‌خواست شکار کنه، در این کتاب هم اشاره شده، متوجه می‌شده که این حیوان چند سالشه، یا باردار یا باردانی. از راه دو متوجه می‌شده که نر مادت چیه، اینا متوجه می‌شده. خب بخلاف اون که فکر می‌کنن ایشون خیلی خوشقدران بوده، در صورتی که خوشقدران نبوده، ایشون پادشاهی که بوده بسیار بسیار دقیق بودن. من تا اون مسائلی که خیلی برش اهمیت میداده و توشون دقیق بوده تو رودنامه های خاطراتش نید، توی یادداشت های متفرقه. ناصرالدین مجموعه یادداشت های کوچک متفرقه داره که در یادداشت های متفرقه مسائل سیاسی، مسائل مملکتی همه ثبت شده. خب و مثلا به حال و احوال خدمه، به حال و احوال اطرافیونش خیلی توجه داشته. مثلا چی فوت شده، چی فوت نشده، چی دایمان کرده، یا مثلا عروسی خودم خدمه هست، همه رو توجه زیادی داشته. از موارد خیلی مهم که برشمرده فوته یکی از زنهاش در امارت سلطنت آباد و آتش دوزی امارت سپهسالاره. امارت سپهسالار در مسجد شم، در جنب مسجد سپهسالار در الان مجلس شورای ملی هست. خب ما عکسشو داریم، میخوام به دست دوبت کنیم اتفاقایی که تو این کتاب افتاده. خب چیزی که ما باهاش مواجهیم تغییر نام خیابان ها و ابنیت. خب من در جلسه که در شورای شهر تهران به ریاست آقای محمد جواد حق‌شناس داشتم، به تغییر اسم خیابان ها اعتراض کردم. چرا اعتراض کردم؟ از این جهت اعتراض کردم که شما و مخاطبین و مردم وقتی کتاب رو میخونن، در کتاب میاد مینویسه که امروز رفتم سلطنت آباد، یا مثلا رفتم امروز باغ سردار، یا رفتم ناصریه، رفتم خیابان مثلا خیام. مثلا ما نمیدونیم کجا. چرا؟ چون ما اسمها رو عوض کردیم. متاسفانه اسم خیابان های ایران دوبار دستخوش تغییر و تحول شد. یک بار در زمان پهلوی، که پهلوی تغییر داد اسم خیابان ها رو. خب یک بار هم بعد از انقلاب اسلامی. خب این کار متاسفانه علاوه بر این که ضرر مالی زیادی داره برای خیابان تهران، ضرر معنوی زیادی هم داره. ما وقتی میخوام بیام بفهمیم که یه سند بخونیم، یه مقاله بخونیم، یه کتاب بخونیم، نمیتونیم متوجه بشیم که او خیابان مثلا این خونه کجاست. و مهمترین مشکل ما متاسفانه تغییر نام خیابان هاست. اگر خیابان ها تغییر نام پیدا نمی کرد و ابنیه از دست مردم گرفته نمی شد، در اختیار سپاه و وزارت دفاع و پادگان قرار داده نمی شد، بهتر می شد. خب حالا درباره کتاب صحبت کردی و وقایع زیادی تو کتابه. خب مثلا یک نمونه
من سوال دوم خانم بایرامزاده مطرح میکنم. سوال دوم خیلی از سلطنت آباد اشاره کرده. من متاسفانه کاخ سلطنت آباد در اختیار دفاعه. من نمیدونم کاخ سلطنت آباد چیه، چجوریه، چه اتفاقی تو کاخ سلطنت آباد افتاده. من اینجا به شما کاخ سلطنت آباد رو نشون میدم. از شتابه از تهران تا تهران آقای حمیدرضا نوروزی طلب. تو این اتفاقایی که تو کتاب افتاده ما نمیدونیم کجاست و الان مشخص میشه و درخواست کردیم که اگر بشه وزیر محترم دفاع هفته یک روز اگر بشه این خاکو برای مردم نشون بدن. خب خاکی سلطنت آباد این عکس قدیمی شد، این عکس قدیمی خاکی سلطنت آباده، این دریاکشه. ناصرالدین شاه شخصا دستور میده که کاخ سلطنت آباد دریاکش ساخته بشه. نگاه کنید این بخش های دیگه از کاخه عکس قدیمی شه. الان این دریاکه خوش شده. چی شده پرج؟ ببین عکس قدیمشه، عکس جدیدش هم که اینه بخشی از سلطنت آباد. اینجا تالار آینه سلطنت آباده. این سقف و همه نقاشی های کمال الملک 72 قاب از زنان رقصنده، زنان نوازنده و زنان تفزن. ببینید همین اینا نقاشی های استاد کمال الملک. اینجا تالار آینه همجا که محمد مصدق محاکمه شد. خب زنان ناصرالدین شاه اینجا میمدن نهار میخوردن. ببینید نقاشی ها رو، بخشی از نمای نکتیز نقاشی ها. فقط یه خورده الان اینترنت فکر کنم ضعیفه، نقاشی ها واضح نیست ولی یه کشی به قابل دیدن. همه نقاشی ها به صورت تابلوهای کوچولو کوچولو. ببین اینا همه تابلوه توی سقفه، به سقف چسبیده شده نقاشی های فرمالون مرد. بله این حکومتشه که تو تابستون تو ماه محرمه جون تابستون زنه اینجا میومدن افتار میکردن قاشی هاشه. نها کنید تو عجیب هاش. منظور صدا قطع شد. اینجا حوزخانه بوده که کاشی های حوزخانه رو خانم بایرامزاده نشون. نقش برجسته بوده کاشی ها، کاشی های لعابی نقش برجسته. بیشترشون هشپر و از رنگ آبی کبود استفاده شده و از زرد قجری. ببین حوزخانه شد. بله این حوزخانه از هم حالت قدیمش مونده. این کلکه آقا میبینی همش من کشور ککه ناقن. خانم بایرامزاده یه خورده کتابو اگه عقب ببرین شاید تصویر واضح‌تر باشه. نمیدونم چرا شطرنجیه. خوب فکر می‌کنم خودم فکر به خاطر سرعت اینترنت. البته ببین ببین نگاه کنید جک ها نگاه یکطوری ها رو دیوار رنگ سفید نیست، نوع خاصی رنگ خاصی داره، رنگ خاکیه. یکی مهمش هم منو بدون نشون میدم. ببین این برگشه، اینجا برگش هم در همه هسته. آره برای کبوتره بوده. خب مثلا ناصر الدین‌شاه هر یه کبوتر زخمی پیدا میکرده، کبوتری که مثلا پال پرش کیده شده بوده میفرستاد اینجا مراقبت بشه ازشون، از کبوتر مراقبت میکرده. بخشی از تالار اینه داخل میکرده. این برگشه، اینم تالاره. این عکسایی که خانم بایرامزاده به ما نشون دادن فقط بگم که قابل بازدید نیست. یعنی واقعا من اصلا قابل بازدید نیست. ببین که عجیب است. نگاه کنید ببین جکبوریا رنگشون متفاوته. یه رنگ قلبهی و خاکی داره متفاوته، سفید نیستن. نگاه کنید خلط طلایی داره، شیشه ها همه رنگیه، اداره ها همه سنگه. ببین اداره ها همه سنگه.
هرچند تصاویر به خاطر میگم سرعت اینترنت زیاد واضح نیست، ولی بازم همون دیدنش برای ما قابل ارزشه. این سطح آبیه، رودخانه یه که سطحش همه آبیه، نگاه کنی سطحش چه قشنگی داخلش رو ببین، همه چی آبیه. این بخشی از خاشی هایشه برای متاسفانه نمیتونیم ببینیم. راستی دیشت از اسناد متفرقی که داره و من تصریح کردم به حفظ و نگهداری سلطنت آباد واقعا اصرار واجیده و در حفظ و نگهداریش کوشا بوده و به همینه که سلطنت آباد یکم نسبت به کاخهای دیگه بهتر مونده. این حجخونهشه ببین، نگاه کن عمارت حجخانه سقفشه این واقعی. خب و کمال مال شبیه به همونو کشیده، ببین نقاشی نه ولی واقعیه، کمال مال شبیه به همونو کشیده. در همه از لحاظ هنر ایرانی این کاخ یکی از برگیسته ترین کاخ هاست، مثل کاخ گلستانه. به اندازه کاخ گلستان پارا نداره ولی قابلیت ثبت شدن رو داره، ثبت بشه و پس پنج ثبت جهانی نشده. نگاه خونی که کاری هاش کنی که قد جریف و جیبه همه کار دسته. حالا خیلی دسته. تصویر خیلی واضح و خوبه الان. همه به دستور ناصر الدیشا همه شون قفت دار میشن، کلیدش هم دست خود ناصر الدیشا بوده برای اهتمام و مراقبت. یه بخشی دیگه از اماراته که از دور سبوت خانه معلومه، یه بخشی دیگه از اماراته. ببین این مدل قدیمشه، این جدیدشه. ببینید سلطنت آباد رو بعد تو مدل قدیم دریاچه وسیع تر و دکتر و پر آب بوده. این خیابونشه، ببینید چقدر پردار درخته، پردار درخته. متاسفانه خود امارت ها باید نمیشه، اما پادگان سفشیش سلطنت آباد که پایین سلطنت آباده ابتدا خیابون مقان تو پاسدارانه اونجا میخواد فجای سبز بشه، فجای عمومی بشه و خوشبختانه میتونن تعمیرش کنن فجای سبز بشه، ولی باید هم داخل امارات ها نمیتونیم بشیم، فقط میتونیم از فضای سبزش استفاده کنیم. قابل توجه اینکه کاخ سلطنت آباد بزرگترین قصر ایلاقی ناصرالدین‌شاه بوده، یعنی همقدر بزرگ بوده که خودش به اندازه شهر بوده، همقدر بزرگ بوده. اندرونی داشته، باقی کفترخانه داشته، کاخ فرنگی داشته، اتاق دفتر داشته، اتاق استیفا داشته و یه دونه امارت برای خود ناصرالدین‌شاه داشته. آشخونه متاسفانه امارت اندرونیش تخریب شده ولی بقیه امارت ها سرگاه خودشه. خب یه دونه توی کتاب یه دونه بحث داریم درباره خانم همسر شیقه ناصرالدین‌شاه به نام معصومه که در سلطنت آباد بود میکنه. خب این معصومه در امارت سلطنت آباد دو تن از زنان ناصرالدین‌شاه بود میکنن، یکی خانم معصومه، یکی هم زبیده خانم امین اقدس جروسی همسر صیغه‌ای و سوغلی ناصرالدین‌شاه. امین اقدس عمه غلام علی خان عزیز السلطان ملیجک ثانی بودن. این ملیجک چی بوده؟ این ملیجک پدرش و عمش در خدمت شاه بودن. خب خودش هم داماد شاه میشه، برخلاف اون چیزی که مردم میگن ناصرالدین‌شاه روابط خارج از عرف و شون خارج از شهر با ملیجک داشته، اینا همه شاید ناصرالدین‌شاه هیچ روابط غیر معمول و غیر شرعی با ملیجک نداشته، ولی اینو بیشتر از بچه های دیگه چجور داشته. چرا؟ بخاطر اینکه ملیجک با زبان ساده و خودمانی با ناصرالدین‌شاه برخورد میکرده، خیلی خاکی بوده، بخاطر همه خیلی دوستش داشته و دخترشو بهش میده. چیزی که مهمه علاوه بر اینکه دخترشو بهش میده، مسجد تبهسالا بغلش، امارت تبهسالا مال قمرالسلطنه، دختر فتح علی شاه بوده. خب
بعد از مرگ دختر فتحعلی شاه چون وارث نداشته به ملکت میبخشه. در دوره رضا شاه پهلوی مجلس میشه. یه دونه هم باقی خواست در وارانی. خب حالا داستان فتح امین افتش اینجا توجیه میدیم. ببین ناصرالدین شاه رد میبخشه با زناش بیاد اینجا تهران رو ببینه. یا پشت بام سلطنت آمده. برای ناصرالدین شاه صندلی میذاشتن، میز میذاشتن، میومده اینجا میشسته بدنه. با امین اختر اینجا میشینه، شام میخوره، میگه میخنده، شب بیان پایین. هر کسی تو جاقا خودش میخوابه. خب میرن اندرونی. صبح اعلام میشه که امین اختر مجدد سکته کرده. مجدد سکته میخونه، بلد میشه و بعد فوت میکنه. خب زمانی که معصومه فوت میکنه تو کتاب نوشته شده. بذار اینجا اشاره کنیم به فوت معصومه. در کتاب خودمون چه نوشتیم؟ پیدا کنم براتون بیارم توضیح بدم. بله ممنون میشم. نه ببین ناصرالدین‌شاه میره سلطنت آباد، میگه روز چهارشنبه 29 شد، میگه ما رفتیم سلطنت آباد، نهار سلطنت آباد خوردیم، همجور که بهتون عکسش نشون دادم. میگه احوال معصومه که سلطنت آباد دیدم خوب نبود، خیلی اوقات هم تخت شد. برخلاف اون چه فکر میکنن ناصرالدین‌شاه زناشو نمیشناخته یا دوست نداشته، ناصرالدین‌شاه با این چه زن زیاد داشته همه هم میشناخته، همه هم دوست داشته، علاقه داشته، از مرگشون ناراحت میشده، در عزاداری نمیکرده. چرا؟ یه نمونه. دو روز بعد تو همون سلطنت آباد میاد مینوشته که شب سه‌شنبه 2 ساعت از شب رفته، یعنی ساعت 12 شب 2 ساعت از شب رفته میشه 2 شب، بیچاره مظلومه در امارت سلطنت آباد به ناخوشی سل فوت شد. خب ولی به خاطر اینکه عزاداری نکنه، چون پادشاه بوده وقت نداشته بشینه برای زنش عزاداری کنه، چی کار میکنه؟ از سلطنت آباد برداشت میشه اصلی از شهر مراجعت به صاحب قرانیه شد. برداشت میره صاحب قرانیه. ناصرالدین‌شاه پیش مظلومه نبیده زمانی که فوت میکنه، میره صاحب قرانیه. صاحب قرانیه و سلطنت آباد نزدیک هم بودن. خب الان مثلا من بچه های میپرسن امارت سلطنت آباد کجاست؟ امارت سلطنت آباد پاسدارانه. خب پاسداران اسم قدیمش سلطنت آباد بوده، مثلا حسین آباد بوده، سلطنت آباد بوده، مثلا اسمش عوض میشه، میشه پاسداران. وقتی میخوام بگیم مثلا مثلا ناصرالدین‌شاه میشه رفتم خیابان سلطنت آباد، کسی نمیدونه سلطنت آباد کجاست چون اسم عوض شده به خاطر همین. خب یه نمونه سلطنت آباد بود چه بهتون گفتم که چی کار میکنه با اینا. امارت صاحب قرانیه فکر میکنم که نت خانم بایرامزاده ضعیف هستش تا فکر میکنم که ارتباط ما با خانم بایرامزاده مشکلی پیدا کرد. من دو مرتبه من ادامه میدم. همونطور که خانم بایرامزاده گفتن، حالا تا خانم بایرامزاده باز به ما اضافه بشن، سلطنت آباد یعنی یکی از راه‌های شسته‌ای که زمان ناصرالدین شاه ساخته شده بوده در بیرون از تهران، از اولین راه‌های شسته راهی بوده که تهران به سلطنت آباد می‌رسیده. این راه از پیچش امرو شروع می شده به سرا زرابخونه می رسیده. از سرا زرابخونه دو قسمت می شده، یک قسمت می رفته به سمت شمال شرق که به سلطنت آباد می رسیده و یک قسمت می رفته به شمال غرب که به ترجیش می رسیده. خانم بایرامزاده داشتن اشاره می کردن که یکی از کاخهایی که خب شاه خیلی توی این کتاب بهش اشاره کرده، خیلی رفت آمد داشته، یکی کاخ سلطنت آباد، عشرت آباد و صاحب قرانیه بوده. صاحب قرانیه در مجموعه نیاوران واقع شده و کاخی هستش که در زمان ناصرالدین شاه هر 30 سال یک قرن، نیم قرن
من اجازه میخوام که مجدد لایو رو قطع بکنم. ولی سیف میشه و بعد خانم بایرامزاده رو اضافه میکنیم. دومین قسمت از لایو ما درباره کاخ سلطنت آباد هستش که مهمان ما خانم بایرامزاده هستن. این برنامه‌مون نمیدونم چرا یه مشکلی پیدا کرده، خیلی قطع و وصل میشه ولی امیدوارم برطرف بشه. ما لایو قبلی رو سیف کردم و در این لایو باز در خدمت مخاطبمون هستیم. خانم بایرامزاده داشتن درباره سلطنت آباد صحبت میکردن و صاحب قرانیه و کاخ صاحب قرانیه که خود شاه خیلی به این کاخ رفت آمد داشته. صاحب قرانی امارت تابستانی بوده، یکی از امارت هایی که توی کاخ نیاوران الان واقع هستش و شاه در 31 سال سلطنت خودش اینو تأسیس کرده، چون در زمان ناصرالدین شاه هر یک قرن 30 سال حساب می شده و برای همین ناصرالدین شاه ملقب به صاحب قران و امارت به نام صاحب قرانی شهره شده. عذرخواهی میکنم از مخاطبامون که لایومون مجدد قطع شدش، ولی من خانم بایرامزاده رو الان پیدا بکنم و بتونم براشون خانم بایرامزاده اگر درخواست. خانم بایرامزاده، ما یک کاخ دیگه هم حالا توی این لایو بهش اشاره میشه اگه خانم بایرامزاده راجبش صحبت بکنن، کاخ اشرت آباده. کاخ اشرت آباد هم یک کاخ نظامیه الان اخیراً و از این کاخ هم چیزی باقی نمونده. یعنی ما در حقیقت در این لایو داشتیم به دو تا کاخ اشاره میکردیم، یکی کاخ سلطنت آباد که الان کاربری نظام پیدا کرده. البته کاخ سلطنت آباد در زمان پهلوی اول هم به مهمات سازی تبدیل شده بود و کاخ اشرت آباد هم در زمان پهلوی اول به شهربانی تبدیل میشه و بعدش حالا بنا به همون روندی که وجود داشته ادامه پیدا میکنه. خانم بایرامزاده، ما الان باز دوباره نمیتونیم شما رو به جمع خودمون توی جمع خودمون ببینیم. نمیدونم مشکل چیه، من برای شما ریکوست میفرستم، اگه امکان داره شما یه ریکوست برای من بفرستین. خانم بایرامزاده خب من نمیدونم الان دو مرتبه لایو رو قطع بکنم چون خانم بایرامزاده رو من ندارم متاسفانه. به هر حال من الان براتون یک دعوت میفرستم خانم بایرامزاده، ولی میگه شما نمیتونید جوین بشین. خانم بایرامزاده شما خودتون برای من یه ریکوست میفرستین، اگه شما برای من یه ریکوست بفرستین ممنون میشم. اگر شما برای من یه ریکوست بفرستین ممنون میشم خانم بایرامزاده. خانم بایرامزاده شما برای من یه ریکوست میفرستین چون مینویسه ایزنت، یعنی شما قابل امکانه این که توی لایو ما من دعوت میفرستم شما باید اکسپت بکنید. نمیدونم چرا میگه ایزنت ایبل، اگه میشه شما برای من یه ریکوست بفرستین. من هرچی برای شما میفرستم نمیشه، میگه شما نمیتونید جوین بشین. شما برای من یه دعوت میفرستین خانم بایرامزاده. خب من فکر کنم درست شد. خدا رو شکر، به قول ناصرالدین شاه الحمدلله. سلام، ببخشید مادر، سلام. بیا مبارده و فقط شد مادر، خواهش میکنم.
بله داشتم صحبت میکردیم. خب راجع به سهرامیه داشتیم، راجع به سهرامیه میگفتیم که شاه به هر دو کاخ مراجعه میکرده. خانم بایمزاده راجع به عشرت آباد هم یه توضیح میدیم، به خاطر اینکه شاه الان ما راجع به دو تا کاخ نظامی داریم صحبت میکنیم، یکی سلطنت آبادی که عشرت آباد. راجع به سهرامیه هم که صحبتتون قطع شد یه توضیح بدید ممنون میشم. خب همه رو توضیح دادم، یه دونه سلطنت آباد رو توضیح دادم دیگه. بله صاحب قرانیه هم خب دیگه در باره صاحب قرانیه توضیح بدید. بله توی صاحب قرانیه، خب صاحب قرانیه توی پایین نیاوران، توی منطقه نیاوران بالاتر از سلطنت آباد بوده، اونم کاخ ییلاقی بوده که ناصرالدین‌شاه با زناش تابستون‌ها برای فرار از گرما شهر تهران میرفتن اونجا. شکوه سلطنه مادر مظفرالدین میرزا ولیعهد، چه مظفرالدین میرزا، چه مظفرالدین شاه قاجار بعدیه، به خاطر اینکه حالش بد بوده از تهران میره صاحب قرانیه که از آب و هوای صاحب قرانیه استفاده کنه. اون زمان طبابت و پزشکی به صورت امروزی نبود، برای اینکه مزاج بهتر بشه دو چیز برای مزاج تجهیز میشد. یک، سواری. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه حالی کسی که بده خوب باشه بهشون سوارکاری تجویز میشد، یعنی بعد اسب سواری میکردن. یک، دو، هوای خوب. صاحب قرانیه هوای خوب داشته. من تا دو تا دور صاحب قرانیه، الان خوشبختانه امارت صاحب قرانیه سر جای خودش محفوظه، ولی به خاطر اینکه چندین سال دارن تعمیر میکنن درش بست است، اونم بازدید نداره، فقط از بیرونش میتونیم استفاده کنیم، داخلش نمیتونیم بریم. بعد دور تا دور صاحب قرانیه اندرونی بوده، ناصرالدین‌شاه خوشش نمیومده، میگفته حیف زیبایی صاحب قرانیه که اندرونی خفش کرده. خب زمانی که اندرونی سلطنت آباد، اندرونی عشرت آباد، اندرونی صاحب قرانیه ساخته میشه، ناصرالدین‌شاه و خواجه ها یه لیست می نوشتن، اسم زنانو می نوشتن، مشخص می کردن این اتاق و این عمارت برای کدوم زن باشه، خب که دعوا بین زن ها نباشه. مشخصات زن ها و عمارت ها توسط خود ناصرالدین‌شاه اتفاق می افتاده، مردم زن ها نمی تونستن بگن این عمارت من من، این عمارت من من، نمی شده. خب حالا ما یه ذره از صاحب قرانیه داریم بهتون نشون بدیم. از روزنامه شرف، روزنامه شرف برای زمان قاجار و نقاشی هست از ابو تراب قفاری هست. ببین این امارت صاحب قرانی هست آلا تا اصلا تحت آباد بوده. ببین ورودی اصلی اینجا بوده، خب اون دوتا ها ورودی های فری بوده، شه از ورودی اصلی اینجا حجخونه هست، از خونه صاحب قرانی هست. نگاه کنید روزنامه شرف چاپ زنجی، چیزی که از صاحب قرانی حائز اهمیته، زمانی که ناصرالدین‌شاه در تدارک جشن قرن، جشن پنجاهم سلطنتش بوده، دستور میده برای جشن قرن یه پودر ازش بکشه، این پودر کشیده میشه، آماده میشه، کمان ما کم میکشه پودر، این پودر آماده میشه، یه تابلو قدی بلند و بسیار زیبا بوده. ناصرالدین‌شاه چند روز قبل از جشن قرن در حرم شاپورعظیم به تیر میرزا رضا کرمانی ترور و ملاقات به شاه شهید میشه. خب این تابلو پودر که بسیار نفیس و زیبا بوده، چهره ناصرالدین‌شاه بسیار طبیعی و نزدیک به صورت خود ناصرالدین‌شاه کشیده بوده بالای مقبره ناصرالدین‌شاه در تکیه دولت نصب میکنن. خب زمانی که تکیه دولت در سال 1325 هجری شمسی تخریب میشه، اون تابلو کجا میره؟ اون تابلو میره تو حاجخانه صاحب قرانیه. الان اون تابلویی که برای جشن قرن ناصرالدین‌شاه بوده بالای جنازه ناصرالدین‌شاه برای مراسم تشییع جنازه در تکیه دولت بوده، الان در حاجخانه صاحب قرانیه قرار دارد. تابلو بسیار زیبا و بسیار نفیسه، متاسفانه با اینکه ارزش معنوی و هنری و مادی بالایی داره بسته است. امیدوارم که
اگر بشه این تابلو برگرده کاخ قانستان، حتی اگر ما نمیتونیم داخل صاحب قرانی بریم ولی اون تابلو رو بتونیم ببینیم، این از صاحب قرانیه. خب بعد نسیل دیشا اینجا رو میبینی به کمنهای صاحب قرانیه اسم گذاشته بوده، میگفته کمن بیدستان، به این هم گفته کمن بیدستان. خب اطراف این یک ذره معلومه، اینا رو میبینی اینا اندرونی بوده، اینا تخریب شده، اندرونی ها تخریب شده، فقط این مونده. حالا از بالا اینجا شبدالازی من معلوم بوده این صاحب قرانی هست. یکی از مهمترین چیزهایی که تو کتاب توضیح داده میشه راجع به جشن شش سفر، جشن تولد ناصرالدین شاه بوده. ناصرالدین شاه قاجارشان شش سفر متولد شده بوده، هر سال شش سفر جشن گرفته، جشنش خیلی طولانیه. یکی از اتفاقایی که می افتاده فقط شاهزاده ها، غیر شاهزاده ها نه، شاهزاده ها و رجال درباری و ناصرالدین شاه تو امارت مبارکه شمس العماره نهار می خوردن. شمس العماره اینه بودم شرم شمس العماره هست اینجا پلاه شمس العماره دار جاشه، پلاه شمس العماره این پلاه تخریب میشه بعدن. خب این هم ساعت اهدایی ملک ویکتوریا هست، طبقات شمس العماره، از طبقات بالا شمس العماره ناصرالدین شاه و زناش ناصریه رو میدیدن چه اتفاقایی میافتاده تو ناصریه. ناصرالدین شاه تولد شش سفر، نهار اینجا میخواده، زنونه میرفته تو تالار انیس‌الدوله همسر شیغهی و سوغدیش تو اندرونی، شبم توی عمارت کامرانیه از خیابون کامرانیه تهران خوشبخت دانه اسمش محفوظ مونده، امیریه، منیریه، کامرانیه، اقدسیه، حکیمیه، منظریه، وجیهیه، اینا اسمشون محفوظ مونده خوشبختانه برخلاف بقیه. وقتی ناصرالدین شاه می‌نویسه کامرانیه، من امشب رفتم امارت کامرانیه شام خوردم، ما متوجه میشیم که این کامرانیه همین کامرانیه، همین خیابون کامرانی هست، اونجا امارت خیلی بزرگ بودم که بخشی از امارت کامرانیه که ناصرالدین شاه شام میرفته برای تولدش الان در اختیار سفارت ایتالیا قرار داره. خب امارت کامرانیه. بخشی از کتاب به امارت آتشدوزی سپهسالار اشاره میکنه، این آتشدوزی اینجا اتفاق میفته، سپهسالار، این امارت سپهسالاره. آتش میگیره، کمکش میکنن تا آتش میگیره، چون سقف چوب بوده، تیرها چوب بودن، سقف و تیرها در ابنیه ناصری آهن نبوده، چوب بوده، چوبهای خیلی خالب، چوبهای تنهای درخت بوده. بعد اینجا آتش سوزی میشه. بذار ببینید این کتاب توضیح داده بخش کوچیکیش هست، بذار پیدا کنم. ندارم اینجا توضیح میده که خدمه ناصرالدین شاه دستشون به خدمه اینجا رو به مدیگر اهدا میکنه و به دخترش. حالا یه بخش خیلی جالبی هم توی درباره، چون تهران ابنی تهران داریم صحبت میکنیم، یه بخش جالبی هم داره که شیراز کوچیکه همسر شیخه یه ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه دو تا همسر داشته شیرازی بودن، یکیشون به نام شیرازی بزرگه بوده، یکیشون به نام شیرازی کوچیکه بوده. خب این شیرازی کوچیکه امارتش توی اندرونی کاخ گلستان، میان میگن که ناصرالدین شاه میاد توضیح میده که ناجم گفت دیروز عمله های شهر در صندوقخانه شیرازی کوچک کار میکردن، ده قران فتعلی شاهی را در آورده اند، پول ها را آوردن از سکه های اول دولت فتعلی شاه است و اینجای خزانه فتعلی شاه بوده تا معلوم شود. یعنی چی؟ یعنی ناصرالدین شاه وقتی میان توی تعمیرات اندرونی رو بسازن خونه شیراز کوچیکه رو، میان میبینن که توی زمین اندرونی فتعلی شاه قاجار بوده. خب یعنی اون موقع در اون زمان فتعلی شاه بانک نبود، معمولا خزانه زیر زمین بوده. خب یه منم یه نمونه خوشبو توی این کتاب هست که می نویسه خزانه رو از اندرون
بودیم زیر موزه. الان شما وقتی میرید موزه کاخ گلستان، خب تالار کاخ گلستان دو تا در داره زیر موزه، حالت راه روی طبیل مالنده. خب اونجا خزانه ناسیل دیشه بوده یه مدت، بعد که توتی میشه خزانه رو از زیر موزه منتقل میکنه به اندرونی. خب در رابطه با کتاب، این کتاب و همه کتاب های خاطرات ناسیل دیشه فرقی نمی کنه، خود این کتاب باید ناسیل دیشه خاطرات روزنامه داره، خاطرات شکاریه داره، خاطرات سفرهای داخلی داره و خاطرات سفرهای سقان فرنگ داره و خوشبختانه همه این کتاب ها چاپ شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داره. در تمام این کتاب ها ما میتونیم تحقیقاتی وسیع بکنیم در رابطه با زنانش، در رابطه با خواجه ها، در رابطه با ابنیه، در رابطه با رویدادهای رخ داده در کاخ ها، در رابطه با اشخاص رجال، در رابطه با همه چیز ما میتونیم از این کتاب ها استفاده و بهره مفیدی داشته باشیم. بسیار عالی خانم بایرام زاده. کتاب همه بخونید حتما. من در ابتدای کتاب معرفی کردم که کتاب روزنامه آب و هوا مصحح شما، ویراستار شما هستیم و به نظر من یکی از ویژگی‌های این کتاب تانوشت‌های این کتاب هستش که شما از هر جایی مثلا در این کتاب راجع به تکیه دولت، اگر حالا نوشته شده باشه، شما راجع به تکیه دولت توضیح دادید، اسامی اشخاص هست و این باعث میشه که شناخت عمومی ما نسبت به اون دوران و اتفاقاتی که افتاده بالاتر بره. خانم بایرامزاده، راجع به عشرت‌آباد هم یه توضیح کوتاهی میدین که ما یه 5 دقیقه دیگه برنامه‌مون رو تموم بکنیم. راجع به کاخ عشرت‌آباد که در این کتاب بیشتر اشاره شده که مثلا اصل اول میرفته سلطنت آباد، بعد عشرت‌آباد، بعد صاحب قرانیه، راجع به عشرت‌آباد هم یه توضیح میدین که همکنون هم مثل کاخ سلطنت آباد الان این کاخ، یعنی این عمارت در مجموعه نظامی هستش و قابل بازدید نیسته. بله، خب در رابطه با این کتاب هم همونجوری که توضیح دادم همه رو بهتون، این کتاب بخاطر اینکه مثلا همین صحبت هایی که داشتیم میکردیم از سلطنت آباد و صاحب قرانیه و کاخ سپه سالا، یه سوال هم شما پرسیدی من یادم از جواب بدم، در رابطه با عشرت آباد بود. بله، عشرت آباد، عشرت آباد ما بین قصر قاجار و کاخ نگارستان ساخته میشه. خب نزدیک ترین قصر ییلاقی ناصر دیشا به تهران بوده. خب وقتی که ناصر دیشا حوزه‌اش در میرفته، میرفته کاخ عشرت آباد. عشرت آباد خیلی بزرگ بوده و خیلی زیبا بوده. چرا؟ به خاطر اینکه خونه های اندرونی دوره حوض مدور و گرد قرار داشتن، در روی حوض باز میشده. خب مدفعیل دیشا هم به این خیلی علاقه داشته، اما متاسفانه یه برگ چهار طبقه کلاه فرنگی داشته، این برگ باقی مونده، ولی اون خونه های دور حوض به مرور زمان تخریب شده. چون کاربردی براشون نداشته، اتاق اتاق بوده، یه خونه های حالت اتاق اتاق بوده، براشون ارزش نداشته، تلاش نکردن نگهش دارن. این کاخ عشرت آباد و کاخ سلطنت آباد جفتش در اختیار سپاهه، در اختیار سلطنت آباد در اختیار وزارت دفاع و عشرت آباد در اختیار سپاهه. پادگانی که پسر سپاه قرار داره اونجا، اونم خیلی زیبا و فوق العاده قشنگه. چرا؟ ببین اینا لحاظ هنر ایرانی ارزش دارن، یعنی از کاشیکاری، جکبری، از منبتکاری، از مخنجکاری، از شیشه های رنگی، از چوب، همه اینا ارزشمنده، ولی خب متاسفانه بازدید نداره. من گفتم که اینا تاریخ و هویت شهر تهران هست، باید در اختیار مردم تهران قرار بگیره، نه در اختیار نهاد خاص. من درخواست کردم که از شورای شهر تهران و سپاه درخواست کردم که در اختیار عموم قرار بگیره. اگر نمیتونن هر روز در اختیار عموم قرار بدن، هفته یک روز پنجشنبه ها، جمعه ها و مثلا تعطیلات رسمی بران شفر بود به همه و تاریخ و هویت همه، مثل کاخ نگارستان. خوشبختانه از بین تمام این کاخ ها، کاخ سعدآباد که برای دوران پهلویان
و دیدم اینش من دختر ناتیل دیشا بوده، من خواهر جلو سلطان. الان خاخه صاحب قراندی باجه، ولی داخلش ورود ممنوعه. خوشبختانه کاخ خودستان باجه، کاخ اشرت آباد و سلطنت آباد وجود دارن، ولی درش بستن. یه کاخ خیلی خوبی هم داریم به نام کاخ شهرستانک، اینم خیلی ارزش و مرتبه زیادی داره. چرا؟ تو نازل دیشه زمانی که این کاخ میخواسته ساخته بشه خودش نقاشی میکنه، نقاشیشو به معمار میده، میگه طبق نقاشی من ساخته بشه. خب پروشیش خودش کشیده بوده که کجا درخواجه باشه، کجا اندرونی باشه، کجا استاب باشه، کجا حمام باشه، کجا آشپزخونه باشه. متاسفانه از بین تمام این کاخهایی که گفتن کاخ شهرستانت هیچ حال خوبی نداره، در شرف تخریبه. خب فقط ستونها و دیوارهاش باقی مونده، یعنی نه کاشی کاری داره، نه گچ کاری داره، نه از پنجره، از شیشه، هیچی باقی نمونده. خب من اینا رو بهتون تعریف کردم که اگر بعدها کتاب های ناشر دیشه ها بخونید برای سالهای بعد و سالهای پیش که چاپ شده در شناسایی ابنی به مشکل نخورید. خیلی ممنونم خانم بایرامزاده، خیلی فوق‌العاده بود توضیحاتتون. ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین. من از مخاطبامون خیلی ممنونم که برنامه ما رو همراهی کردن. برنامه هفته آیندهمون با خانم محمودی با عنوان تصویر تهران در سینمای ایران هستش. امیدوارم که حالا برنامه های ما سعی کنیم که یه شناخت عمومی هم مخاطبان نسبت به شهر داشته باشن. از حضور شما و مخاطبان و همچنین خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم دوستان لذت برده باشن. لطف کردید. منم از شما ممنونم. متشکرم. شب بخیر. خدا نگهدار شما. خدا.